خب سلام مجدد، همونطور که عرض کردم خدمتتون رسیدیم به جایی که تقریبا کارهای اصلیمون رو انجام دادیم. فقط یک مروری بکنیم ببینیم یه موقع جایی اشتباهی نکرده باشیم. دیتا نیو فرم دیتا تعریف کردیم ازش، فایل هامون رو گرفتیم، اینپوت فایل، اجزای اینپوت فایلمون رو گرفتیم، فور زدیم و به ازای هر فایلمون به شیء داده ایمون اپند کردیم. بعد یه ریکوست تعریف کردیم، پروگرسمون رو تعریف کردیم، گفتیم اگر کامپیوتبل لنسمون پرسنت رو حساب کن. خب ما اینو اومدیم گذاشتیم بیرون ایف، در حالی که خب باید برگردونیمش داخل ایف. پس اینجا پرسنتمون رو چاپ کردیم، یه حرکت بهتر هم بزنیم. و این عدد رو گردش کنیم که دیگه عدد اعشاری به ما نشون نده. پس اون عدد رو اعشاری، عدد اعشاری رو تبدیل میکنیم به عدد صحیح و درصد رو بهش اضافه میکنیم و چاپش میکنیم. اما در ادامه کار میایم میبینیم که یه دونه پروگرس بار و اینجا پروگرس بارمون رو اضافه کردیم. قسمت بعدی یک ایونت لیسنر لود داریم که گفتیم وقتی که لود شد پروگرس بارمون رو امپتی کن، یعنی داخلش رو حذف کن و فید آوتش کن. در نهایت اد ایونت لیسنر ارور داشتیم که گفتیم ارور اینجا اتفاق میفته. و در نهایت هم حالا اینجا اوپن کردیم درخواستمون رو، ریکوست هدر اینجا ببخشید آندر کش کنترل رو نو کش کردیم که دیگه کشی اتفاق نیفته این پین، و ریکوست دات سند دیتا کردیم. قبل از این که حالا اینجا ما میتونیم چیکار کنیم، میتونیم بگیم که دالر ببخشید شارپ اون الیمنت اون اپلود پروگرس با اینجا جاییه که ما میتونیم فیدینش کنیم. اینجا فیدین میشه و بعد هم درخواستمون ارسال میشه. حالا من یادم رفت که تو این قسمت بیاییم بگیم که PHP if is set dollar uploaded یعنی چی؟ یعنی الان خدمتتون میگم، اینو من تکمیلش کنیم. اینجا آپلودت رو پر کردیم و شامل فایل های آپلود شده ماست. پس اگر فایلمون آپلود شد اینجا ما دالر آپلوددمون ست شده. پس میگیم اگر اینجوری بود PHP for each dollar uploaded as dollar up and for each. خب اینجا میخوایم چی رو چاپ کنیم؟ اینجا مثلا یه دیو میذاریم، و یه دونه تگ A اینجا اسمش رو می نویسیم، یعنی اکوش میکنیم اکو دالر آب. و اینجا هم یک اچرف میش بینیم به کجا؟ به فایلز سلش دالر آب.
پس یعنی اون اجزامون رو چاپ کردیم. پس من اینو تست نگرفته بودم با اجازهتون، اول کانی ریتن شروع میذارم که این کد ها اصلا اجرا نشه و فرم اون به صورت مستقیم اجرا شه. من ببینم اینجا عکس اون نیست، برمیگردیم سراغ تستمون. unexpected خطا لاین 27. حالا من نمیدونم چی را اشتباه نمیشتم. اینجا یه دونه پرانتز باز کم گذاشته بودیم، ببینیم خطا اون درست شد. بله، فایل هامون رو انتخاب میکنیم، اوپن آپلود، و اونطور که میبینین اون چیزی که خدمتتون عرض کردم و وقتی روش کلیک میشه قابل مشاهده است عکسمون. حالا پس این رو انجام دادیم، من میام این قسمت ریترن تو رو برمیدارم که برگردیم به همون حالت قبلیمون. حالا وقتی ما میخوایم این کار رو به صورت ایجکس هم انجام بدیم، یعنی وقتی فایلمون رو آپلود میکنیم آپلود رو میزنیم بلا فاصله خط بعدی یعنی یه خطی اضافه بشه، پس بعد دالر آپلودت رو به صورت جیسون حالا میشه گفت برگردونیم این سمت. برای این کار چی کار کنیم؟ ما گفتیم که یه جوری کد رو نوشتیم که هم به صورت مستقیم اجرا شه و هم به صورت ایجکس. پس میایم سمت جاوا اسکریپتمون، به دیتامون یه دونه فلگ اضافه میکنیم، data.append، یه متغیری مثلا به اسم ایجکس append کنیم با مقدار چی؟ true. برای چی؟ برای اینکه مشخص بشه که ما از سمت Ajax داریم این درخواست رو میفرستیم، یعنی این درخواست باید به صورت Ajax بهش رسیدگی بشه. حالا مگه ما چه نیازی به این داریم اینجا مشخص میشه. میگیم اگر ایست دالر اندرلاین پست ایجکس، خب این اگر ست شده و حالا میتونیم یه شرطی هم اضافه کنیم که خودش، یعنی خودش رو هم ترو باشه. اگر اینجوری بود ما باید بیایم مثلا آپلودمون رو اکو کنیم سمت، یعنی اکو کنیم که فرستاده بشه به سمت کلاینتمون. یعنی چی؟ یعنی اکو جیسون انکود دالر آپلودد. درسته، یعنی ما اینو انجام میدیم و در نهایت هم دای میکنیم، دای که خودتون خب میدونید از اجرای ادامه کد جلوگیری میکنه. چرا؟ وقتی ما اینو دای نکنیم همه اینها هم به سمت کلاینت فرستاده میشه، یعنی این کدهایی که اینجا نوشتیم چون به صورت HTML و HTML هم همینجوری چاپ میشه اینها هم فرستاده میشه که ما نیازی نداریم. ما فقط چیزی که میخوایم آپلودد به صورت جیسون انکود بشه و فرستاده بشه به کلاینت. پس یه دای رو هم میذاریم که دیگه کدی اجرا نشه. و اما این قسمت هم میایم یه ایونت لیسنر دیگه اضافه میکنیم که این ایونت لیسنر قبلا هم باهاش کار کردیم، احتمالا براتون آشناست، ریدی استیت چینج هست. ready state change که قبلا هم باهاش کار کردیم. حالا میگیم اگر این اتفاق افتاد یه چند تا چیز رو باید ما چک کنیم. اول اینکه ببینیم if d
peace.readyState readyState همون مساوی 4 هست. حالا اگر اینجوری بود یه چک بکنیم ببینیم this.statusمون مساوی 200 هست. اگر اینجوری بود که خب کارمون به درستی انجام شد و میتونیم ادامه کار رو داشته باشیم، ولی اگر این اتفاق نیفتاده بود ما یه الرت ارور میدیم. مثلا به علاوه کد خطایی که اتفاق افتاده، یعنی کد خطا نه، منظورم استاتوسیه که توسط سرور یا HTTP برگشت شده شده. پس این از اینجا. در این قسمت ما میتونیم به وریبلمون دسترسی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم که مثلا ور ریسپ رس مساوی با دیس دات ریسپانس تکست، و برای اینکه از این جلوگیری بشه و یعنی ببخشید به صورت جیسون ما برگردوندیم، یک جیسون دات پارس هم میزنیم. پس این پارس میشه به آرایه تبدیل میشه و ریخته میشه داخل رسم. حالا میتونیم یه فور بنویسیم، بگیم ور آی مساوی صفر. تا کجا برو؟ تا جایی که آی کوچیکتر از رسم دات لنز، تا اینجا برو و هر مرحله هم آی رو اضافه کن. داخل این فور چی قراره اتفاق بیفته؟ قراره اول کار دالر ما ببینیم اینجا دیویژنمون آپلودت هست اسمش، اول آپلودت رو خالی میکنیم، شارپ آپلودت دات html یک استرینگ خالی. خب اینجا آپلودم خالی شده. حالا به ازای هر ریسپانسی که برگشته ما میایم به یک وریبل تعریف کنیم، HTML مساوی خالی. این رو تعریف میکنیم و هر مرحله بهش قسمت HTML مون رو اضافه میکنیم. حالا قسمت HTML مون چیه؟ یه دیو بود، یعنی همون کاری که تو حالت عادی انجام دادیم. یه دیو بود، یه دونه تگ A بود و این بین ما میامدیم resp.i رو چاپ میکردیم و href مساوی با files slash رسپ آی، یعنی همون اندیس آیوم آرایه آپلودی که سمت پی اچ پی پر میکردیم. پس فکر میکنم ما اینجا این کار رو به درستی انجام دادیم. حالا من میام یه تستی میگیرم و قبل از هر چیز، قبل از اینکه اینا رو من انجام بدم، چون مشخص نیست
هنوز چیزی برمیگرده یا نه. کنسول دات لوگ میکنم، دیس دات ریسپانس تکست رو. حالا بریم یه تستی بگیریم ببینیم مثلا کجای کار هستیم. من این فایل ها رو هم پاک میکنم از توی فایلز و میایم اینجا اوپن آپلود. خب مثل این که اجازه بدین من این قسمت رو یه چکی بکنم. تکست جاوازگیر اپلود دات جی اس، همه چیز درسته. ای دات پیون دیفالت و قسمت نتورکمو یک رفرش دیگه. تو این قسمت حالا لود میکنیم فایلمون رو و آپلود رو میزنیم. خب به آپلود پی اچ پی ارسال پس فایل هامون میشه. پس ما باید فقط پیدا کنیم که چرا پاسخی بر نمیگرده. حالا این ویدئوی مقدار طولانی شد، من به اتمام میرسونمش. تو ویدئوی بعدی در خدمتتون خواهم